امروز میخوام چند تا پلاگین جادویی بهتون معرفی کنم که قطعا پروژهتون رو متحول میکنه و مطمئنم خیلی وقتا باش روبرو شدین اما ساده ازش گذشتین فتا فتی هستم از مجموعه توف بریم با هم دیگه این پلاگین رو ببینیم و با هم بررسیشون کنیم خب، پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین ابیرود سچوریتور از کمپانی ویوز هستش که من معمولا روی لاین گیتار از این پلاگین استفاده میکنم یک پلاگینی که میتونه به لاین گیتار شما رنگ بده مثلا اگه لاین گیتارتون بی کیفیت باشه توی تمام لاین ها میتونید استفاده کنید ولی لاین گیتار رو من پیشنهاد میکنم حتما تستش کنید مطمئنا از کیفیتش لذت میبرید یه بار ببینیم بدون گیتار رو بشنبیم. हल वक्त خب خودتون دارین به وضوح میشنوین که چقدر کیفیت در واقع این لاین گیتار تغییر میکنه بدون اینکه که اصلا ما به این ناوا دست بزنیم خودش داره در واقع اون تاثیر خودش رو میذاره فقط حتما مواظب باشین تو این پلاگین هایی که رنگ میده به فرکانس شما به سیگنال شما خیلی میتونه در واقع آسیب باشه چون از اون حالت اصلی خودش خارج میکنه و حتما لاین لاینایی که میکس میکنید توی خود موزیک بشنوید به صورت سولو تصمیم نگیرید من در مورد یه سری از این نابا توضیح میدم زیادم نیاز به دستکاری نداره بازم من میگم اینا رو به صورت تجربی دارم توضیح میدم اصلا تخصصی نیست چون نمیخوام اصلا تخصصیش کنم بخاطر اینکه شما بتونید راحت با این ها برخورد کنید ببینید لاین اینپوت و این پلاگین خیلی مهمه حتما کنترل کنید که این الیدیا به مرز قرمز شدن نزدیک نشه نه اینکه درست نیست به اینکه صدای نرمتری داشته باشید اینپوت این پلاگین ها هر چقدر در واقع تو این پلاگین سچوریشن هر چقدر اینپوت رو پایین تر بیارین در واقع پایین تر باشه رنگ کمتری رو میگیره هر چی ببرید بالاتر باز رنگ بیشتر رو اعمال میکنه خب این قسمت ایکیوش هستش که میتونید حالا یه ذره های فرکانسی رو بوست کنید یا لو فرکانسی رو کم و زیاد کنید فرکانسش هم میتونید از این طریق مشخص کنید خیلی مواظب باشید چون در حالت سولو که میشنوید خب از کالیتیش لذت میبرید و اعتمال داره آسیب بزنید به سیگنالتون یک نابی که اینجا خیلی مهمه تو این پلاگین قسمت میکسش هستش که در واقع میزان تاثیر این پلاگین بر روی ترک شما رو کنترل میکنه خیلی مهمه حتما شما اگه میخواین با این پلاگین کار کنید میکس رو در حالت صفر قرار بدین و هی کم کم به اون اضافه کنید و ببینید تو چه قسمت اون صدای دلخاتون رو به دست میارید من اینو در حالت وسط قرار دادم چون هم به اون حالت لاین گیتارتون به حالت طبیعیش نزدیک هستین هم یه رنگ خیلی خوبی رو به سیگنالتون دادین خب پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین مزراتی بی 72 از کمپانی ویفت هستش که حدودا سه سال پیش این پلاگین رو من کشف کردم و تاثیر عجیب و غریبی میتونه روی لاین وکال شما داشته باشه حتی اگه لاین وکالتون خیلی بی کیفیت باشه که این وکال من خودم در واقع کیفیتشو رو پایین که تاثیر این پلاگین رو روی این صدا بشنویم خب اول صدا خامو بشنویم هنوز ولی من مست نگاتم. و حالا با پلاگین هنوز که هنوزه ولی من مست نگاتم خودتون میشنوید که چقدر تاثیر داره و واقعا وکال رو از اون حالت بیکیفتی در میاره و این تاثیرش جوریه که قشنگ پیداست یه بار تنظیمات این پلاگین رو با هم دیگه انجام میدیم باز اون از ارقامش فرق میکنه نسبت به ورودی لاین وکالتون ولی خب من حالا اینو براتون اینجا انجام میدم این قسمت بیس تایپ خیلی مهمه که رو حتما روی دی آی باشه این قسمت سینت بذارید وکالتون یه حالت حالت تلفنی میگیره که حالا به عنوان افکت میتونید ازش استفاده کنید ولی بعد روی دی آی باشه این قسمت سینسیویتی بذار من اینا رو یه بار یه کنم این قسمت سینسیویتی میزان رنگی که میخواین به وکالتون بدین حالا این اندازش بعد خودتون دیگه کنترل کنید فقط مواظب باشین که این چراغ اینجا به مرز نارنجی یا قرمز نزدیک نشه یعنی هنو... این حالتی نشه شاید حالا الان شاید الان نشنوید که صداتون خراب شده ولی یه حالت هارشی میگیره یه ذره صدا دیستورت میشه اما من معمولا ما... یه حالتی قرار میدم که رنگ زرد یا سبز باشه این LED اینجا هنوز هنوز... بازم خیلی زیاده هنوز که اینو حتما خودتون کنترل کنید خیلی مهمه قسمت بیس اینجا رو حتما سعی کنید این بیس رو بیارید پایین چون یه حالت خفگی به وکال دست میده و وکال رو خفه میکنه از اون حالت شارپی در میاره هنو دنبال چشاتم من, من روی منفی پنج دیبی میارم قسمت تریبل یعنی همون های فرکانسی خیلی مهمه که اینم نباید زیاد بهش در واقع شدت بدین چون صداتون خیلی تیز میشه و یه حالت چجوری بهتون بگم از اون حالت نرمی در میاد معمولا خودمون علاقه داریم به وکالایی که یه ذره گرد باشه و یکم مخملی صدا بده هنوز که هنوزه ولی من مست نگاتم فکر کنم خوب شد الان هنو دنبال چشاتم همین لحظه لبه در چتر نجاتم ببینید واقعا تاثیرش مشخصه و برای من کیفیت لذت بخشی رو داره حالا نمیدونم شاید شما با این رنگ پلاگین زیاد ارتباط برقرار نکنید ولی مطمئنم چند بار استفاده کنید روی وکالتون مثلا کسایی که وکالشون کیفیت آنچنانی نداره خیلی مطمئنم که راضیتون میکنه و پلاگین فوقلادهی هستش خب دو تا پلاگین میخوام بهتون معرفی کنم برای لاین درامزتون که اولیش API 2500 از کمپانی ویوز هستش اکثرتون هم دارین این پلاگین یک پلاگین کمپرسور هستش و در واقع به درامزتون یک پانچی خاصی میده و باعث میشه که درامزتون در موزیک بیشتر شنیده بشه خودم از این پلاگین استفاده میکنم یه بار بریم درامزمون بدون این پلاگین بشنویم خب حالا با پلاگین میشنویم خب خودتون شهید این درامز یه حالت پانچی به خودش میگیره و باعث میشه که بیشتر شنیده بشه محکم میشه در واقع ببینید تنظیمات خاصی شاید نداشته باشه من این تنظیمات رو خودم انجام دادم یه سری پریست داره داخل خودش که بسیار مفید استش یکی از خوبی های این پلاگین اینه, اینه که اون قسمت آیدپوت شما هر چقدر بهش گین بدین در واقع توی باس درامزتون پیک نمیزنه و این خیلی خوبه میتونید هر چقدر هر میزانی که میخواید بهش قدرت بدین و اون استفاده که میخواید ازش ببرید تنظیمات رو میتونید ازش عکس بگیرید اعمال کنید شاید هم به درتون خود ولی خب بازم میگم تنظیمات هر پلاگین روی هر سیگنال متفاوته بریم برای پلاگین بعدی پلاگین بعدی که برای لاین درامز هستش پلاگین وان ناب برایدر هست از کمپانی ویوز حالا شاید من اصطلاحش درست نگفته باشم شما خودتون ببخشید ولی تصویرش رو دارین میبینید و اکثرا هم این پلاگین رو داریم این پلاگین در واقع یه حالت شیشه ای و در واقع برجستگی به درامزتون میده بریم یه بار درامز رو بدیم این پلاگین بشنویم الان با پلاگین میشنویم خب قطعا تاثیرش رو بر روی درامز دارین میشنوید و میبینید که درامز یه حالت شیشه‌ای به خودش میگیره و برجسته تر میشه من خودم از این پلاگین خیلی استفاده میکنم در واقع خیلی هم کار کردن باش راحته با یک نام راحت میتونید به درامز در واقع رنگ بدین اینم بگم که این پلاگین کاملا سلیقه‌ای هستش توی یه سری از سبک‌ها اصلا استفاده نشه و با نیاز باشه که اون درام اون حالت خفگی خودش رو داشته باشه و کدر باشه ولی اگه میخوایین کارتون در واقع محکم بکوبه و درامزش خیلی براتون مهمه میتونید از این پلاگین استفاده کنید ترکیب این پلاگین با پلاگین قبلی که API 2500 بود خیلی خفن میشه در واقع اون یه ذره جلو فرکانس رو میگیره یه حالت خفه میکنه انگار مثلا درامز و این در واقع همون فرکانس رو بوست میکنه و یه حالت قشنگی رو میگیره حتما از این پلاگین استفاده کنید من یه بار از صفر تا در جای مختلف حالا براتون پلی میکنم روی درامز ببینید به چه حالت هستش بشنویم میشنوید که اصلا خراب نمیکنه در واقع ترک و فقط حالا اون شدت کریستالی بودنش رو بیشتر میکنه بهتون پیشنهاد میکنم حتما از این پلاگین استفاده کنید میتونه خیلی روی لاین درامزتون مفید باشه و اینم بگم که تجربه چند ساله من هستش که در اختیارتون گذاشتم البته با عشق و میخوام که شما هم لذت ببرید و شاید بتونم کمکی کرده باشم خب پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین مکس باس هستش از کمپانی ویوز در واقع این پلاگین رو من برای لاین باس استفاده میکنم خیلی پلاگین تاثیرگذاری هستش اگه احساس میکنید باستون لاغره و میخواین بهش قدرت بدین حتما از این پلاگین استفاده کنید در کنار پلاگین که دارین کار میکنین هیچ آسیبی به لاین باستون نمیزنه میتونید حتما تستش کنید الان یه بار باسو بریم بدون این پلاگین بشنویم

ببینید دوستان بعضی پلاگین ها هست شاید اصلا چیز خاصی نداشته باشه و اصلا به راحتی هم در دسترس باشه ولی این دلیل نمیشه بعضی پلاگین ها خیلی مهندسی شده روش کار شده و این یکی از همون پلاگین هایی هستش که توی لاین بیستون میتونه خیلی بهتون کمک کنه چیز خاصی هم نداره این عدد ارقامی هم که من گذاشتم میتونید حالا ازش عکس بگیرید و همونو اعمال کنید فقط حتما مواظب باشید این قسمت آوت پوت این پلاگین قرمز نشه یعنی کلیپ نشه مواظب باشین لاین اینپوتتون رو حتما کنترل کنید و این یه قسمت داره به نام اورجینال باس که باس خودتون از یکی هم مکس باس هستش که در واقع هارمونیک این پلاگین اعمال میکنه یه قسمت هم داره که مرز فرکانسیشه که من معمولا روی 114 میذارم پلاگین خیلی خوبی هستش میتونید حتما استفاده کنید به کار من که خیلی میاد خیلی استفاده میکنم اگه شما اساس میکنید بازتون لاغره و اون قدرت رو نداره با این پلاگین حتما میتونید به اون کیفیتی که میخواید برسید خب پلاگینی که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین ویتامین از کمپانی ویوز هستش <applause> که میتونم بگم تا به الان مشابه این پلاگین رو هیچ جا ندیدم و میتونید با خیال راحت با این پلاگین کار کنید چون هیچ آسیبی به در واقع سیگنال شما به ترک شما نمیزنه این پلاگین رو من در لاین کورال قرار دادم و خودتون میتونید تاثیر این پلاگین رو بشنوید بدون پلاگین میشنویم ترک رو پلگین خب قابلیت خفنی که این پلگین داره اینه که شما در آن واحد که میتونید در واقع به فرکانساتون در واقع سچوریشن بدین میتونید فرکانس رو در همون محدوده وایدش کنید و این خیلی اتفاق خفنی به نظر من شما اگه این پلگین رو توی لاین مستر استفاده کنید خودتون به راحتی متوجه کالیتیش میشین و معمولا تو لاینایی که کیفیت نداره میتونید استفاده کنید لاینایی که حالا رکورد کردیم مثل کورال یا مثلا خیلی از لاینای گیتار میتونید استفاده کنید فقط باید مواظب باشید آسیب خاصی به فرکانستون یا اون لاینتون نمیزنه ولی بازم چون انقدر کار کردن باش لذت بخشه و احساس میکنید به همه چیز دارین کیفیت میدین و رنگ میدین پس سعی کنید حتما کنترل شده با این پلاگین کار کنید بریم باش یه ذره کار کنیم ببینیم به چه شکله خب این قسمت مسته رو در واقع دست خودتون دیگه کنترلش شما خودتون میتونید شدتش رو کنترل کنید بشنویم ببینید خیلی این پلاگین واقعا محشره یعنی کاری که میکنه در آن واحد هم به صدای شما رنگ میده هم یه استایلی میده به صدای شما همین که واید میکنه این واید بودن خیلی میتونه مفید باشه و شما میتونید تو قسمت لو فرکانسی ایمیجش رو ببندین که در واقع حالا فرکانستون رو کثیف نکنه الوتگ نیاز بود و خیلی باحاله حتما باش کار کنید با این پلاگین این پلاگین تاثیر خیلی خفنی میتونه رو کار شما بذاره پلاگین بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم CLA 76 از کمپانی ویوز هستش که خیلی خیلی کاربردیه و من تو اکثر لاینام ازش استفاده میکنم شاید الان بگیم که اکثر پلاگین از کمپانی ویوز هستش و میتونم بهتون بگم تنها دلیلش اینه که اکثرا توی سیستمتون دارینش و کار کردن خیلی باش راحته جدا از این موضوع من خودم با وجود حالا اکثر پلاگین هایی که دارم بازم از این پلاگین استفاده می کنم چون به خوبی کار میکنن و کیفیت بسیار بسیار خوبی دارن من این پلاگین رو در لاین پرکاشن قرار دادم یه بار بریم لاین پرکاشن رو بدون این پلاگین بشنویم حالا با پلگین خب ببینید واقعا این پراگین فوق است کاری که میکنه اینه که اصلا سیگنال شما رو خراب نمیکنه و اتفاقا خیلی هم جمع و جور میشه فرکانساتون خیلی ترتمیز این کارو میکنه در واقع کامپرس میکنه و شما میتونید توی اکثر لاین ها ازش استفاده کنید من الان تو لاین پرکاشن ازش استفاده کردم و این باعث میشه که پرکاشن من در واقع هم پانچ تر بشه و هم جمع و جورتر تر بشه در واقع ها چفت بشن کنار هم دیگه و من با وجود خیلی از پلاگین دیگه گفتم که خیلی از پلاگین هم که دارم از این پلاگین بیشتر از همه استفاده میکنم چون هیچ کدوم عملکرد این پلاگین رو ندارن یه بار بریم با هم دیگه در واقع ببینیم که نوه کار کردن با این پلاگین به چه صورت هستش من اینا رو سفت می کنم نمیشه 100 درصد در حالت قرار بدی ولی خب اعدادی که من میذارم حالا میتونید اونها رو یه عکس ازش بگیرید و خودتون اعمال کنید ببینید نتیجه چی میشه خب قطعا تاثیرش خودتون دارین میشنوید و جدا از اینکه داره کامپرس میکنه یک رنگ خیلی باحالی هم داره به پرکاشن ما میده و موضوعی که میخواستم بهتون بگم اینه که این عدد و ارقامو بازم میگم خیلی مهم نیست حتما بعد هر پلاگین رو روی ترک خودتون امتحان کنید این خیلی مهمه شاید اصلا سلیقه شما نباشه شاید اصلا اون صدایی که میده به موزیک شما نیاد این خیلی مهمه حتما دقت کنید من فقط صرفا این ادا رو میذارم که شاید به درتون بخوره مثل پریستایی که وجود داره ولی میتونم بهتون پیشنهاد میکنم که شما در بعد اول حتما از پریست استفاده کنید هر پلاگینی پریستی که داره مهندسی شده کار شده روش و اصلا همینجوری نیست که بگین نه به درد نمیخوره و شما میتونید بعد از حالا تست کردن پریست با یه سری تغییرات به اون نتیجه که میخواید برسید خب پلاگین تاثیرگذاری رو که میخوام بهتون معرفی کنم پلاگین ایمیجر از کمپانی اوزان هستش که این پلاگین باعث میشه به موزیکتون عمق بیشتری بده و موزیکتون وایدتر بشه حالا من این پلاگین رو در لاین اینسترومنتال قرار دادم که شامل لاین پیانو یا گیتار ای پیانو یا پد هستش که اینا رو با هم دیگه گروپ کردم و این پلاگین رو در اون لاین قرار دادم خب یه بار بریم این لاین رو بدون این پلاگین بشنویم حالا با پلاگین خب قطعا مشخص یک فضای خیلی خوبی و به لاین اینسترومنتال ما رو داده و همین باعث میشه که موزیک هم بعد بیشتری داشته باشه هم عمق بیشتری داشته باشه و در ضمن یادتون نره حتما برای اینکه تفاوت رو احساس کنید از هدفون استفاده کنید چون در هدفون خیلی بهتر متوجه میشید یا از اسپیکرهای مانیتورینگ استدیو ببینید نحوه استفاده از این پلاگین به این شکل ببینید من اینو در حالت دیفالت قرار بدم اگه میخواین خودتون میتونید در واقع قسمت کراسوور این پلاگین خودتون اون لایناش رو مشخص کنید یا محدودش رو مشخص کنید یا میتونید از گزینه لرم خودش اتومات براتون اسکن میکنه یه بار این کار رو انجام میدیم که الان خودش اسکن کرد حالا ما میتونیم تنظیمات رو جدا جدا انجام بدیم این صد درصد این نیست که حالا حتما از این گزینه استفاده کنید خودتون هم میتونید دست این کار رو انجام بدید من این قسمت در واقع بندار و اینا رو وایدیش رو بیشتر میکنم تو قسمت لو فرکانسی سعی کنید بهش در واقع ایمیج ندین دلیلش هم اینه که یه ذره موزیکتون یه حالت پخش میگیره یعنی یه جورایی کثیف میشه من خودم این لاین رو سعی میکنم یا ببندم یا حد وسط قرار بدم یا اصلا کلا دست نزنم به این لاین لاین در واقع قسمت لو فرکانسی هستش محدودش هم معمولا تا فرکانس ها همون 200 250 هستش که تو همین مرز من اینا رو یه ذره گینش رو میارم پایینتر ولی نه قسمتی که میخوام بود بگیره تو همون قسمت میدرنج یا های فرکانسی اینا رو سعی میکنم یه ذره بوستش کنم و فضای بیشتری بهش بدم حتما ایمیج رو از این در واقع رادار کنترل کنید و ببینید که حالا از اون در واقع حد و مرد خودش بیرون نره معمولا قرمز میشه وقتی که حالا خیلی خارج از محدوده میره این لاین اینجا قرمز میشه خب این پلاگین میتونه کمک بسیار زیادی توی ایمیج به شما بکنه و نه فقط تو لاین اینسترومنتال تو خود مستر هم میتونید از این پلاگین استفاده کنید توی لاین کورال هم میتونید از این پلاگین استفاده کنید پلاگینی هست که آسیب آنچنانی به ترک شما نمیزنه ولی خب حد و اندازه این در واقع گینا رو هم باید مشخص کنید بیش از حد بهش گین ندین و بیش از حد ایمیج نکنید چون ایمیج حالتی داره که شما وقتی که بیش از حد بشی ایمیج بدین از اون رادار اصلی موزیک خارج میشه و دیگه شنیده نمیشه یا تو موبایل شنیده نمیشه یا یه سری حالا تو مثلا تلویزیون شنیده نمیشه این پلاگین تاثیرگذاری هستش من اکثرا استفاده میکنم تو لاین های مستر هم خیلی استفاده میکنم لاین اینسترومنتال خیلی استفاده میکنم اگه میخواین به موزیکتون عمق این پلاگین فراموش نکنید امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی و برده باشید و از این محتوا استفاده کنید و کلی اتفاق خوب رقم بزنید هر نظری هر ایده‌ای دارید زیر این برای من بنویسید و لطفا کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیو بعدی بدرود